گردش کوه یابون اینا که ایمان دارن قشنگه میرن خسیشون در میده چشمشون منظرها رو میبینه اینا تمام همه برد میگرده بهشون کیفشون نمی کنن از عمرشون لجائز عمرشون اینا دو دفعه برد میگرده یاد خدا میکنن و اینا تمام همه مغزاش برد میگرده شیرین میشه زندگیشون از 40 به اونور از 30 به اونور اون منظرهای جوانی که گشتن همه زیبا میاد دو دفعه نمایش میده برای قوت قلبشون ها خدا میکنه این کارو که اینا دو دفعه روشن کنن که عملهای گذشتهشون که رفتن بلگا رو تماشا کردن کوها رو تماشا کردن بعضی وقتا هم گفتن الله اکبر این چه قشنگه اون برنده چه قشنگه این نهر آب چه قشنگه اینا رو گفتن اینا همونطور تو نفسشون مونده دو دفعه برمیگرده کیف میکنن میرن هر عملی که ذکر خدا، یاد خدا، لذت ذات خودت بوده بدون هیچ زحمتی، مشقتی، خیانتی اینا همه به خودت در میگرده لذاتش میگرده بعداش هم بر میگرده اما من اسم نمیبرم لازم نیست قشنگا رو کار داریم که بدمیاد بهره میرسونی حتی کوه گردش کردی حتی درکت نماز دلو راست شدی حتی در یه خبونه نشستی شیشتا رو یه چایی دادی فقیر بودم اون جنس چای خوردی شیشتا چایی هم بانا دادی اینا تمام هم کفتست لذایزش چند برابر میشه بعد میگرده بلود اونجا که بردی ها اون وقت که بردی جوانی نبردی شیش نفر جوانی با شیش تا جوان بودی دیدی پنج شیش تا فقیر اونجا نشستن پول ندارن چاییشون دادی اینکه یادت نمیره این تو نفس شما هست یه لذت اونجا برده پیش اون جوان ها برگشته چهزار برابر شد دلف برگشت بلودش نمایشت چند بار نمیدونم بسته به سرعت عملهای خیر تو به بهره برداریات قشنگ دقیق باشه ممکن یه دفعه برگرده ممکن صد دفعه برگرده یره و من یعمن مثقال ذره خیرن گره چه دنیا چه آخرت هرچی چه جبه دنیا نیست چه نماز یاد مردم داده باشه کلم با ادب قشنگ جیگرت حال اومده که خود لذت برده باشه به اون لذت رسونده باشه مردم آزاری نه نبوده وقتی که رضیت کنی اهانت کنی به چیز بده اون یادم بدبختی داره اگه کسی رو برای اهانت به چیز دادی اون بر میگرده اذیت میشه آدم اگه کسی رو برای اهانت وقتی رفته همدوست رو یادش بده اذیت کردی وقتی بر میگرده قصه میخوری که رفتم به این نماز رو بدم اذیتش کردم هر کار خوبی که خودت لذت بردی لذت رسوندی به اشخاص ولو در طبیعت بوده دنیا پول بشر اینا به خودت برمیگرده همه هر گلی زدی سر خودت زدی بعدی ها هم برمیگرده اما من اونا رو ذکر لازم نمی کنم اون دیگه چیزی نیست که شب رو جلو پای بشره بشر چرا اینقدر صدمه میخوره در طبیعت بانی که اذیت میکنه اذیت میبینه جل جل قصاص میشه اصلا قصاص از امر عمل هیچ فاصله نداره همچین بهت بگم خیال نکن فردا قیامت قصاص میکنه این بر کاغذ عمل خوبه یا بد این بر کاغذ قصاصه کلوپتیش یه کاغذ خیال نکنین طول میکشه یه وقت یه حرف سرد یادم به یکی زد یکی با آدم میزنه صد سال طول بکشه نخه آن واحد این بر کاغذ این بر کاغذ این برش دنیا این بر آخره کلوفتی کاغذ چقدره؟ این برش دنیا هست، این برش آخر این بر عمل، این بر قصاص، جزا همه همین، یوم القصاص، یوم العمل، یوم الجزا این بر یوم العمل، این بر جزا بیا و قشنگ دوتا رو بیا پلو هم، از اون کلوفتی کاغذ هم بردار قشنگ بدون داری چی کار میکنی بوش باش داری چی کار میکنی هر دو برداشته میشه آخره نه.
اونجا اسمش یقینه، یعنی جزا با عمل قاطی شد. موز گرفتنم با عملم دوتا یکی شده، هم عمل هم موز دوتا کار. گفت کار میکنی کاراتو میبینی؟ گفت دیدن نداره معلومه، کار خوبه دیگه. گفت موز چی؟ گفت خود نفس عملم موز کمتره. اگر اینجا نشستم شما رو دارم تماشا میکنم، شما هم نشستیم رو تماشا، این کمتر از جزاست. این عمل از جزا کمتره ها. این عملی میدی جزا بگیری؟ برای دانا که بیناست که نمیده که، این عمل رو نمیده موز بگیره. اینجا که نشسته داره اولیاء خدا شمایل های خداشناس رو نگاه میکنه، نماز میده موز بگیره، عقلش کم نی؟ امیرالمومنین پیغمبر برپوشه موز بگیره بهشت، دیوانه نی؟ مغزش اب نکرده. روزه امیرالمومنینه، جمال شو ول کنم برم موز بگیرم، برم مثلا سپر بگیرم از خاطرش خود این دیگه. رضا عمل رو نمیده موز بگیره، خود نفس عمل موز آدم، چون فرق زیاد شد. یوم الجزا این بر بود، این بر یوم العمل بود، دوتا چی شد؟ یکی شد، نقدی شد همه دائما یوم الجزا. گفت من دیگه الان چند وقته تو یوم الجزا زندگی میکنم. گفت چطور؟ گفت یوم العمل ما نداریم، ما اصلا از اولش تو یوم الجزا بودیم، از روز بچگی که پدرمون ما داشت نماز خوندیم من توی یوم الجزا بودم، من یوم العمل ندیدم. گفت چی تو خیلی همه قرآن داد میشه ندیدی؟ گفت نه، اگرم ندیدم گیج بودم، حالا دیدم ندید. من همه وقت همون وقت دیگه آقام دست سرم نیکشید، دهش پول به میداد، حالا تعریف میکنم ببین بهتر نبود، نمازش قشنگ نبود. بچه 4 ساله تو اتاق کاگلی صدا آدم هم بیپیچه گنبت داشته باشه مثل این، نه گنبتی آدم لباسش هم پوشیده، آقاش گفته برو بوزی بگی، دهش هم بهم داده باز فردام رفتم بوزی که منو نماز میکنم، هم دسته من بلند گفت بخون، نه دعوام کنه ها، نشسته گوش میداد، خودش گریه میکرد، کیف میکرد. اون وقت اون نماز موز بگیرم بازم، یا هم خودش موز بود. الان داره بهره نگاه میکنه، همون وقت موزه همون وقت بهره میبره. پدر آدم دست آدم سر آدم بذاره ببوسه بعد از وضو گرفتن، ده شیرم بده بذاره جیبیه، اون وقت نمازم بخونه. این هم دو صورت چه میکنه؟ که هر کی بهت خوبی میکنه خوبی بهش کن، پیغمبر همین میگه. محبت میگه هر کسی به من چیزی یاد بده اون مولای منه، من عقبش میرم، پیغمبر همین میگه، امیرالمومنین همین میگه، من علمنی حرفا فقط سگرنی عبدا. محبت میگه هر کی با من بیا زنده میشه، پیغمبر میگه هر کی با من بیا زنده میشه، هر کی منو ترک کنه میمیره. محبت میگه من میکشم میمیره، هیچ پیغمبر همین نمیگه. خلاصه هر چی که این محبت میونم میگه، این مال سر دیگه محبت. حتی ما هم اومدیم به محبت گفتیم، گفتیم که به محبت کم، به محبت شما علمنا الله معالم دیننا، خدا به ما تعلیم کرد معالم دین را، یعنی اون حقایق دین را خدا ریخت اینجا به محبت شما. به خود محبت به شما داشتیم، شما خود محبت بدیم، ما به شما محبت بدیم، هیچی خدا تعلیم کرد. به امام ما میگیم در زیارت نامه، زیارت جامع، در زیارت جامع دیدین میخونین
که به محبت شما و ولایت شما علمنا الله معالم دیننا، معالم دینمونو به واسطه محبت شما به ما خدا داد. یعنی از همه دینم بالا پایینش با خبر شدم. و اینو اهل شیعیان میگن. امام علی نقدی هم مرحمت کرده که میشه پدر بزرگی هست ولی هست. امام حسن عسکری نه، امام علی نقدی. لقبش هم خطیب الجنه. زیارت جامعه ها هم مالوه. هرچی زیارت جامعه، هرچی جامعه کبیر که زیارت بزرگی چند صفحه زیاد، همش به همه ائمه هست، همه پیغمبر و ائمه، همه اهل بیت دیگه. خطاب به همه شونه. در هر مشهد مشرفه میشه خون، زیارت جامعه رو میدونین، همیشه مشهد خون، همیشه کربلا خون، همیشه نجف خون، همه جا بود. چون یکیشون همه شونه، زیارت هم مال همه شونه، جامعه. این خطیب الجنه هم لقبشه، شاید احتمال دادم مال همین آورده، چون هر چی زیارت جامعه صغیر جامعه کبیر همه مال ایشونه. امام علی هم لقب داره، در صفاتش از ائمه اینا رسیده، خطیب الجنه، یعنی تو بهشت یه خطیب، یعنی خطبه خوان در بهشت یه دونه، اونم امام علی النقی. داشته میارم شاید اگه میخوای اینجا هم بدونی همین زیاد جامعه خطبه است، و با قلب کار میکنی همینجا جنته، همینجا این زیارت جامعه خطبه است. کی خونده، کی میخونه؟ امام علی النقی. اینجور نقد تحویل میگیره، نقد میگیره اینجا. اگر نسیه میخوای تو بهشت خطیب الجنه زیارت جامعه اونجا تحویل میگیره. اگه اینجا گرفتی خب هم دنیا آخرت هر دو تحویل گرفتی، اگه نگرفتی تو دنیا زیارت جامعه رو بخون اونجا. اگر با قلب میخونی همینجاست، خطیبه و خودت هم درک میکنه راسته و کلماتو میبینیم این راستی هم خطیب جنت و بهشت و قشنگ چیز کرد، جنت و قشنگ پهن کرد، خنک و راحت و دیواراش محکم، دستگاهش محکم. میگه به محبتکم و ولایتکم علمنا الله معالم دیننا. دیگه سلاما که میکنه الله اکبر، هیچی باقی نمیمونه، یه سلامش همه چی توشه. سلام دویم باز همه چی توشه، سلام سیم باز همه چی توشه. هر سلامی که میکنه هیچی از دین اونجا پایین نیست دیگه، همه تک میده. یعنی یه دونه از اون سلام ها رو کنی لازم نیست دویمشو بکنی. اینقدر جامعه، جامعه یعنی همه چی توش جمعه، تو یک کلام، تو یک جملهش همه گرم. خیلی دستگاش مرتب قشنگ، نه نفس اونو شما میکشی، نه شما نفس مزاحم نفس اونی، نه شما آب اونو میخوری، آب اونا مال شما رو نمیخورن، قضا هر که مال کجا، اصلا هیچ چیزی سخت نمیشه الا اون چیزی که باید لازمشه بهش رسیده رسیده، و اون چیزی که باید برسونه به دیگران رسونده. یه بچه که دوش کم مادر سخت میشه، یه کسی به 40 سال میرسه، هرچی باید به خلق خدا داد استفاده کرده باشه کرده، هرچی هم باید رسونده باشه فواید رسونده، هیچ ناقصی اشکر نمیذاره بره، یعنی خدا دستش در نمیره ناقص. هرچی که باید از وجود شما خیر به دیگران برسه میرسونه، و هرچی از اونا به شما برسه خلقش به شما رسونده، یعنی حقی که زایه نمیشه هیچ. ولو تو دنیا میگن محاکمی، مراقبی، موظف، اینا هیچ تحت شعای مال خدا، اون مراقبه، اون دستگاهی که خدا چیده، خود ذرات عالم مراقبن که حق به حق دار برسه. یه نفس نمیمونه تا آدم از دنیا میره، یه نفسش اینجا نمیمونه نفله بشه، یه نفس زیادی هم نمیتونه بکشه برداره بره، یه دونه، دوتا هم نه، یه لغمه غذا همینجور، آب همینجور، چه قشنگ ساخته و پخته، حق تو میگیری این عالم میبره، حق تو میده، یعنی
واسد بریده، اونایی که واسد بریده، نه اون که آدم خودش، نه اون که واسدش بریده شده از اصل، خدا بریده واسدش، علمش پیش کی پیش خدا. گوه اگه با خدا بسازی نشون میده گوهمار شب شبه که نشون میده داره میخوری دیگه. گوه اون شبه که نمیده، گوه اونم حالا نشون داد یا نداد، شما درختی رفیق شدی راحتی دیگه نی؟ بعضی موقع فوتشون که میرسی میگه نه بگه عذیت هم نکن یه بس میگید میگفت یعنی همه که مخواست خدا فیزی کن. اینم با لبخندش التماس میکرد به بچه هاش به پسرش نه دیگه من عذیت نکنیم ملی خلاص آب میخواستم بهش بدن تربن بدن. بعضی میگن آب بده، بعضی میگن تربن بده، بعضی میگن فکر من باش دوا بده، اینا یه خود انواع و اقسام داره. این بعضیشون هم میگه نه نه دیگه من دست نزار جامو بندم راحت بشم. یعنی خبر آمده تو روایات ائمه داره که یه ملک میاد میگه که شما هرچی که بنام تو دنیا بخوری من مأمور خوردن غذای شما بودم، رفتم آوردم دیگه شما غذا نداری، هرچی بود من شما آوردم دادیم خورد. اینم میگه باشه و آن بعضیش ممکنه یه قطعه اشکم میریزن که یعنی باشه مایوس و خوردن مایوس میشه، یعنی ملکی اومد گفت از خوردن مایوس میشه که میبردن مایوس میشه از خوردن. اون ملکه تو این بوده، ماموری این کار بوده، اون ملک دستگاش تعطیل شد دیگه، میگه که نه دیگه نداره. یه ملک هم مال آتشته که هر وقت تشنه میشدی بود آب بیار، اون ملک بود میگه آب بیار، شما که داشتی صحبت میکردی بود آب بیار، ملک یعنی رفت آب بیار آب آورد. اون ملکی که مامور آب و آب رو تهیه میکنه میذاره دهنت، اونم بهت میگه که من گشتم تو آسمان زمین، آبی که مال شما بود دیگه نیستش، تمام شد، من قطرات شما بود. میگه باشه، همینطور که نشسته طرف آخر هم اینجا یه خود دیروزی بود اندازه نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، یه بس به شخصش دیگه. خلاصه همینطور دید چشم میاد بهش میگه، ملکه که مال چشمه میاد میگه من هرچی که تو بنام تو دنیا ببینی دیدی دیگه، دیگه چیزی نیست که نشونت برم ببینی. آنم میگه باشه و چشم هم میزنه، گوش هم همینجور، زاقه همینطور، شامه همینطور، قوه فکری، قوه اینا همه تعطیل میشه، تعطیل میشه، خوب خوب و جمجیل میکنه خودشو. مال نفس هم میاد میگه نفس هم دیگه من گشتم، نفس که مال شما باشه نیست و حسابش صاف میاد. اینو تو روایت هست که یکی که بهش خبر میکنه دک دک خبر میکنه میگه باشه باشه و خلبت میکنه. خداوند متعال مرحمت فرموده انسان تو دنیا وقتی با او سر کار داره، میدونه نفسش، آبش، غذاش، خوراکش، دهندهی داره، یه اون موقع دعوا معوا را نمیفته، شلوغ هم نمی کنه، خیلی هم با خلق تنگی نمیگه باشه. آره آخه باشه چند جور داریم دیدیم که نیه، یه میگه باشه یعنی تا یه روزی پدرت یکی میگه باشه یعنی قبول دارم، اب نداره دیال چاره نیست. همینطور این باشه هزار میلیون قدم میشه، این اندازه هاش بر دیگه هزار چندین میلیون جمعیت و هر کدوم یه جور میگیره، هیچ با همه شبیه نیست. باشه آخه با باشه هاشون معلوم میشه، اونم میگه باشه، اونم میگه باشه باشه با باشه درست، اما دیدم دنده قلوچه میکرد چه به سر من بیاری این باشه. یکی دیگه گفت باشه خیلی قشنگ باشه، چشمش باز شد، ابروش باز شد، گفت به عقب این میگشتم باشه، نفس نکش باشه، آب نوشه باشه، ای باشه از باشاش میدونی این چه کاره از کجا میره. یعنی من خیلی انتظار داشتم باشه رو میکشه، باشه باشه باشه، یعنی من خیلی وقت آماده دیر آمده، ملک با ملک خبر آوردی آب نیست نمیدونی چی.
خیلی هم زیاد هنری نی. مثلا شب عروسی شما بگن امشبه، نمیگی باش.